یه اتفاق عجیبی رخ داد، حتما یه مروری با هم بکنیم از طریق تصاویر که ببینیم چه اتفاق رخ داد که آن دو تیموریان بازی کرد در بازی تیم‌های استقلال و شاهین بوشه. 8 آبان این اتفاق رخ داد، آن دو تیموریان و حنیف امرازاده با هم درگیر شدند، داور محسن قهرمانی شنید، کارت قرمز رو نشون دادیم. حالا 8 آبانه، بعد گذشت و گذشت و گذشت و گذشت، 25 آبان رأی دادن که آقا جان تیموری از حمله تیم استقلال محروم شد. 6:32 دقیقه بعد از اون بالاخره زحمت کشید، کمیته انزاد. فاصله فدراسیون تا سازمان لیگ 710 متر کلا، یعنی پیاده می‌رفتن کلا شاید یه ربع نیم ساعت حد اکثر طول می‌کشید. و این 710 متر چقدر طول کشید؟ از اون 28 تا اومد 2 آذر اعلام کردن که اینا محرومیتش تازه ابلاغ کردن، و بعد اینجوری شد که گفتن که آقا چون 27 قانون مندره بوده دیگه هم داریم اینجا، چون 72 ساعت نگذشته برای همین آن دو میتونه بازی کنه. حالا اینکه الان شاید دوستان گفتن چون خسرو ایدری محرومه، نمیدونم اونجا با استقلال مشکل داره، آن دو باید بازی کنه. بعد بازی با سایپا مهر کردم که بازی سختی نیست، اونم محروم اونجا بره محروم شد تیکون. اینا خیلی شایبه است که برای این حکم کمیته انضباطی ایجا شدن. ارتباطتون با آقای حسن زاده برقراره. آقای حسن زاده سلام، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای فردوسی‌پور و همچنین خدمت جناب آقای مرادی، و وقت بخیر میگم خدمت همه بینندگان برنامه و با تعزیت ایام محرم الحرام در خدمت شما. ما خیلی کوتاه با شما صحبت کنیم. کلا آقای قبوله که خیلی عجیبه این کاری که کردید، اصلا کلا خیلی اشتباه عجیب، همه چی با هم رو هم. ای کاش یه فرصتی باشه که من قبل از اینکه به این پاسخ بدم بگم که در بعضی از برنامه‌های شما بسیار بی‌انصافی میشه و شما برنامه وزین خودتون رو با بازی با کلمات زیر سوال میبرید. حالا اینو مثال بزنید، همین الان مثال بزنید. مثل این میمونه که بنده همین الان در عرض 10 دقیقه 10 تا 20 تا سوال ردیف کنم از شما، برنامه‌تون بپرسم، بعد بگم آقای فردوسی خوب یه دقیقه وقت دارین؟ نمیدونه که تو اون سوالات تهمت هم باشه دروغ هم باشه. خب حالا باش، این آقا این الان این 40 ثانیه که ما پخش کردیم شما توضیح بدید که چرا اینا طول کشید. ما در احادیث داریم که المؤمن و استفهام و تعلم، مؤمن سوال میکنه و پاسخ برسه. سوال پاسخ رو میدونید شایبه است، چرا سوال میکنید؟ اگر شما میپرسید دنبال پاسخ باشید، اینه یک رأی در مورد اون حادثه بادی ما صادر کردیم. من تأسف میکنم گاهی اوقات شما مخاطبتون با تشخیص بدید چی سوال که اعلام کردید. ما رأی رو صادر کردیم که اجازه بفرمایید. دقیقاً رأی آقای آندرانیک تیموریان همزمان با رأی بازیکنان تیم پیروزی آماده بود، به اون دلایلی که بس میرسید بازی در واقع تیم ملی، این دو تا رأی رو ما نگه داشتیم. فردای عید قدیر خون بودی، درسته؟ اجازه بفرمایید من بگم. ما رأی رو نگه داشتیم به محض اینکه آقایون تشریف آوردن از مالزی. سه‌شنبه رأی امضا شد. اگر حتی سه‌شنبه غروب، من میدونم که نرفت، ولی اگر سه‌شنبه غروب رأی برای ابلاغ میرفت، چهارشنبه سپری میشد و پنجشنبه بازی بود. و با توجه به این که آیین نامه فعلی که ما با این ماده قانونی مشکل داریم، باید عوضش کنیم. آقای باشه، من بذاری کم سریع صحبت کنیم دیگه. 25 آبان روز عید سعید قدیر، درست فرداش شما اعلام کردید، درسته؟ خیلی قربان ابلاغ. یه اشتباهی که شما ببینید، تصورات شما اشتباه است. اینه ببینید، ابلاغ رای خوشبخت نه مگر اعلام کرد رای. آقا جان آیه مثلا من ابلاغ نگفتم، من اگه گفتم اشتباه گفتم. آقا شما 6:32 دقیقه 25 آبان گفتی از سوی کمیته انضباطی، من شما نیستید، تیموری از همه استقلال محروم، اعلام شده. خب ببینید اینو قبول دارید یا نه؟ میذارم قدم به قدم بریم جلو دیگه. اینو قبول 25 آبان اعلام کردید رای؟ مقدمه اول ما اینه که ابلاغ به تیم‌های لیگ برتری از طریق سازمان لیگ هست. خب خیلی آقا، من اصلا حرف آخر من 25 آبان اعلام شده. خب احتمال اعلام، ببین اعلام با ابلاغ، شما ببین شما با مدام اعلام الف عین لام الف میم. خب اعلام، شما اگر فرق بین اعلام و ابلاغ رو در مجاری قانون متوجه بشید. ما مدام میگم اعلام، میگم چرا از اعلام تا ابلاغ 25 آبان تا 2 آذر طول کشیده، 700 متر فاصله بوده. سوال من بشینم خیلی وایستادم. این 25 آبان چرا 2 آذر اعلام کرد؟ آقا خیلی شما میگه اعلام کردی 25، تمام سایت ها رفت. خب
آقای فردوسی‌پور ابلاغ به تیم یا مخاطب یه بحثیه در جراید قرار گرفته. ما امروز صبح دقت کنید ما دیروز صبح رأی بازیکنان پیروزی رو تو سایت گذاشتیم. آیا سازمان لیگ از طریق فکس نمابر و هر چیزی دیگری به باشگاه پیروزی چه ساعتی ابلاغ کرد ما نمیدونیم. وقتی که امضا شده رأی ایشون زمانی ابلاغ شده باشگاه که در داخل 72 ساعت بوده، ما خودمون شخصا با چرا من میگم این سوال من، آقا سوال من شد، من 25 آبان اعلام کرده شما چرا 2 آذر ابلاغ شده؟ شما این سوال کنید که چرا ابلاغ این رأی با تأخیر انجام شد؟ فقط به خاطر نبودن دبیر کل محترم در ایران، ایشون به محض اینکه برگشتن امضا کردن. خب شما که اعلام کرد، این خبری که زده بوده 25 آبان که اعلام کرده بود، پس اگه اینطوره شما قشنگ 25 آبان رسما اعلام کردید که اینا محروم شده. شما باید بدونید که برای تیم‌های لیگ برتری از طریق سازمان لیگ، برای غیر دست برتر از طریق هیئت‌های استانی، گذاشتن در سایت به منزله ابلاغ نیست، پشتوانه قانونی ندارد. خب چی گذاشتید رو سایت؟ این رو سایت خود فدراسیون هم گذاشتید. خبر رو شما بنده میشنویم میبینیم، ولی ابلاغ به مخاطب احتمال داره. آیه ببین، ما حالا زمان قبل میگفت اینا مغالطه. این جناب آقای فردوسی‌پور، من برای اینکه حالا یک توصیه برادرانه عرض میکنم که ای کاش شما جوری منسجم و جالب برنامه‌ای رو، سوالی رو مطرح کنید که بیننده عزیز ما متوجه بشه. آقا بیننده به این وضوح ببین، من یه چیزشو نمیدونم، امیدوارم 2 دقیقه من فرصت بدید. اگه بشه ببینید، خیلی وقتمون کمه، ما 1 دقیقه کنید 2 دقیقه تو بود. من میگم که سوال حریم دارد، جواب حریم دارد، سوال کننده حرمت دارد، سوال شونده هم حرمت دارد. من فکرم توی چیزه هیچ نه حریم شکست شد، یه سری حقایق و کاملا حقایق مشخص بود. شما 10 سوال میکنی بعد میگه 1 دقیقه وقت داره جواب بدید. ما اصلا در مورد پرسید آقا چرا 25 آبان اعلام کردید، 2 آذر ابلاغ کردید. عرض من اینه که شما حتی از یه عالمی هم بپرسی آقا دو تا چند تا میشه، ایشون با تعنی جواب میده. این در شرع ما اومده، در اخلاق ما اومده. شما باید اجازه بدید سوال شونده بتونه پاسخ رو کامل بگه. من عرض میکنم که اگر نظر شما اینه که کمیته انضباطی و فدراسیون و همه ارکانش با شایبه عمل میکنن، خب همین مطلب رو بینندگان بگید. نه اینجور کارا این شایبه رو ایجاد میکنه. اینجور من میگم خیلی منطقی بود که شما وقتی رأی اعلام کنید که میخواید ابلاغش کنید، همونجا که مال پرسپولیس رو اعلام و ابلاغ نکردید، وقتی ابلاغ کردید که اعلام کردید. الان با وجود قانون شهروند عادی هم میداند، شما هم میدانید که ابلاغ به مخاطب یک چیزیه، اعلام در جراید یک چیزیه. احتمال داره در جریان اگه اینجور باشه، بس همیشه شما میتونی با بازی با این کلمات میشه قشنگ تیم‌ها رو مثلا محروم رو برن بازی کنن، این و بگه ما اعلام کردیم ابلاغ نکردیم. این که آقای قدوسی اینجور باشه نیست. امیدوارم شما یک بار آیین نامه رو بخونید با دقت، از یه آدم مطلع بپرسید ببینید که چرا چنین چیزی تو آیین نامه هست، چنین چیزی تو آیین نامه هست وجود داره. باشه، خیلی ممنون، مرسی.